بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه اما خب عزیزان یکی از مباحث خیلی مهمی که ما باید موقع پخش زنده به اون حتما دقت داشته باشیم نور هیئت اون هست عزیزان شاید باورتون نشه نور یکی از مهمترین بخشهایی که چه تو پخش زنده چه تو فیلم برداری چه تو فیلم برداری خاص مثل فیلم برداری کروماکی و به صورت کلی توی همه چی فوق العاده مهمه خیلی خیلی مهمه ما برای اینکه بتونیم نور هیئت و نور اون دکوری که داریم و فیکس بکنیم و درست بکنیم ما میتونیم از انواع و اقسام پروژکتورهای LED و منبع نور LED و به صورت کلی منبع نور استفاده بکنیم که خب انواع و اقسامی داره ما قبلا برای سایت خودمون فلت جی اف که لینک اون ویدیو رو هم براتون میذارم قبلا یک ویدیویی ضبط کردیم که خب ما توی اونجا به صورت کامل در مورد فضای انواع اقسام پرژکتور ها برای بحث نورپردازی اونجا ما محتوا تولید کردیم و میتونید ببینید مقایسه هایی که داشتیم و اینها اما توی این ویدیو میخوایم خیلی خلاصه و مفید چون ما کارمون تخصصی برای هیئت امام حسین هست میخوایم خیلی ساده و خوب ببینیم که چه پرژکتوری به درد ما میخوره برای اینکه چهره سخنران برای اینکه بنری که پشت سرتون هست برای اینکه محیط هیئت ما قشنگ به صورت کلی یک نور زیبا و خوشگلی داشته باشه که وقتی که مخاطب توی آپارات میبینه چه با نور کم گوشی چه با نور زیاد گوشی مخاطب لذت ببره از تصویر هیئت ما خیلی نکته نور فوق مهمه که این نکته نور هم بعدا توی جلسه بعدی که ان میخوایم در مورد دوربین و اون روش تصویربرداری میخوایم صحبت بکنیم خیلی خیلی به کار میاد و فوق مهم هست بریم با هم روی تصویر تا در مورد فضای پروژکتورهای یه صحبتی بکنیم من سرش کردم پروژکتور نور ثابت چرا چون که ما پروژکتور نور فلش هم داریم که خب توی در واقع آتلیه های عکاسی این استفاده میشه منتهای حالت ها وقتی که مثلا میگم به عنوان مثال من سایتی که خودم خیلی ازش خرید کردم تا حالا تجهیزات کالای آداک وقتی که سایت رو باز بکنیم انواع و اقسام نورها رو ما اینجا داریم که خب مثلا اگه نورنگار اذیت نکنه اون رو هم باز کنیم بد نیست نورنگار هم از سایت های خیلی عالی و خوب هست خیلی از این نورها از ممکن ممکنه اصلا به کار ما نیاد و اصلا به درد ما نخوره و برای یک سری از فضاهای خاص استفاده میشه مثلا این نور باتومی اصلا به کار ما نمیاد من حالت چیزی که ما لازم داریم از میشه گفت یا کیت نور ثابته یا پرژکتور نور این کیت نورهای ثابت از یک سری در واقع پرژکتور نور هست که داخلش چهار تا لامپ قرار میگیره من وقتی که سرچ بکنم این پرژکتور نور بیام توی تصاویر یه کوچولو بیام پایینتر پرژکتور نورای ثابت این کیت های نور اینها در واقع اینا اینایی که سافت باکس داره در واقع داخلش به این شکل هست و خب مثلا ما میتونیم که داخل اینها لامپ قرار بدیم و لامپ های کم مصرف خیلی مهمه اگه خواستید لامپ قرار بدید حتما حتما لامپ کم مصرف LED بذارید خیلی مهمه برای اینکه نویز نیفته روی دوربین و اینها منتهای حالت این پرژکتور رو ما میتونیم از همینها استفاده بکنیم منتهای حالت منتهای حالت چیزی که وجود داره اینه که این پروژکتور رو بیشتر به صورت کلی برای کارهای خیلی خاص استفاده میکنن و ما میتونیم که خیلی سایتر از یه سری از ها استفاده بکنیم اینایی که من الان نشون دادم من راستش رو بخوام بهتون بگم ما این رو بیشتر برای فضای کروماکی استفاده میکنیم پرژکتورهای نور LED شما میتونید از پروژکتورهای کاسه 800 استفاده بکنید که سافت باکس هم بخوره الان میریم با هم میبینیم تا ببینیم که به چه شکلی است و نکاتش رو خدمتتون عرض بکنم مثلا به عنوان مثال من میام اینجا در قسمت پروژکتورها من همینجا اصلا سرچ میکنم پروژکتور نور کاسه این پرژکتور نور کاسه ای دقیقا به این شکل عزیزان و خب قیمت نسبتا مناسبی هم به, به نسبت خیلی از در واقع پرژکتور ها داره و ما میتونیم این رو برای دکور و اون قسمتی که سخنران و مدده قرار داره استفاده بکنیم و میتونیم هم روش صاف باکس وصف بکنیم صاف باکس منظور در واقع این هست که البته باکسش رو ننوشتم سافت باکس منظور در واقع این هست که خب مثلا ما میتونیم از این سافت باکس ها هم استفاده بکنیم اما این وسط چیزی که مسئله است و خیلی مهمه اینه که این پروژکتور از آن گرمای خیلی زیادی تولید میکنه و بهتر که تهویه هیئتتون و تهویه مسجدتون خوب باشه و اینکه منبعی برقی که این پروژکتورها میخواد و حتما از این سرایی های ساختمونی خیلی درشت استفاده بکنید که عکسش هم دارید ملاحظه میکنید و هاتون رو سه تا کافیه به صورت کلی اگر شما مثلا صرفا سخنران رو میخواین نور پردازی بکنید و نور اونجا رو میخواد ساپورت بکنه سه تا کافیه به نظر من و ما خیلی ساده میتونیم که این ستا رو وصل بکنیم به یک سرایه ساختمونی با یک سیم زخیم و اون سیم زخیم رو ما وصل کنیم به منبع کنتور چون که اگر به پیریز وصل بکنیم پریز اصلا آب میکنه اگر هم از این سرایه های معمولی مثلا محافظ برقی باشه کامل اونا رو اصلا نابود میکنه به این این نور خیلی عالی میده خب گرمای زیادی هم تولید میکنه مصرف برقش هم نسبتا بالاست برقش هم که خدمت عرض کردم باید چطوری تامین بشه اما نور خیلی مناسبی تحویل میده برای فضای فیلمبرداری هیئت چون که ما نمیتونیم مثلا نور رو بیاریم توی کادر تصویری که قراره توی پخش زنده و اون هاجاقا و اون سخنران هست نمیتونیم بیاریم اونجا به خاطر همین میتونیم از این نورا استفاده بکنیم اما یه نکته هم بهتون بگم اگر نور هیئتتون خوبه باز شما میتونید که کمتر هزینه بکنید میتونید مثلا صرفا دو تا بگیرید و اون دوتا رو با یک فاصله متناسبی نسبت به سخنرانتون قرار بدید که چهره سخنران و اون بگران و اون پس زمینه کامل نورانی بشه و واضح باشه مسئله خیلی مهمیه این نکته عزیزان و باید حتما به این بحث نور دقت کرد که خب اگر شما اون ویدیوی هم که ما در مورد بحث نور تولید کردیم رو اون رو هم ببینید خب ضرر نمی کنید در مورد فضای انواع پروژکتورها و اینها خیلی آشنا میشید مطالعات اون ویدیو بیشتر برای فضای فیلمبرداری چی گفت حالا کروماکی به کار میاد و حالا فیلمبرداری که ما به صورت معمولی انجام میدیم از سوژه از مخاطب انجام میدیم که پروژکتور رو مقایسه کردیم و اون هم میتونه برای شما خیلی مفید و خوب باشه پس عزیزان به هیچ وجه بحث نورو رو دست کم نگیرید اگر شما صرفا حتی مدعو و پامنبری هم برای هیئتتون نیست این رو حتما حتما گوشه ذهنتون داشته باشید که نور لازمه خوب باشه چون که مخاطب وقتی که کلیک میکنه روی هیئت شما در اون پخش زنده ای آپارات چون که آپارات حالا خدا خیر آپارات بده این یه فقره کارش خیلی خوبه کاری به بقیه کارش ندارم یه کار خیلی خوبی که انجام میده اینه که توی ایام فاطمیه و ایام محرم میاد یک بنری اون بالای سایتش میزنه برای پخش زنده ای حیات ما مثلا میتونیم که اونجا هیئت خودمون رو قرار بدیم که خب کامل توضیحاتشو خود آپارات برای شما قرار داده لینکش هم در انتهای ویدیو در انتهای ویدیوی آخری عملا برای شما قرار داده شده میتونید ببینید تنظیمات و نکاتی که داره رو و یکی از موارد خیلی مهم کیفیت دوربین که حالا جلسه بعدی توضیحش کامل خواهد داده شد خدمتتون ان اما نور رو به هیچ وجه از دست ندید نور مهمترین چیزیه که ما باید بهش دقت بکنیم این ویدیو رو همینجا به پایان میرسونم امیدوارم که ویدیوی بعدی که خیلی مهمتر هست رو حتما حتما ملاحظه بکنید در مورد فضای دوربین و اون دیوایسی هستش که ما فیلم برداریمون رو انجام میدیم پس به وجه از دست ندید و امیدوارم که این ویدیو هم به دردتون خورده باشه ممنون و متشکرم و امیدوارم که موفق و معید باشید یا علی مدد.